بعد از گفته های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که خبر داد این گروه ها که وزیر کشور اونها رو مردمی و خودجوش میدونن زیر نظر سپاه و بسیج فعالیت میکنن و قبل از حضور تو خیابون در ستاد امر به معروف آموزش دیدن، به نوعی معمای حجاب‌بانان هم حل شد. احمد وحیدی وزیر کشور هم که پیش از این گفته بود برای حجاب‌بانان مجوز خاصی صادر نشده، بعد از صحبت‌های محمد حسین طاهری آکردی با تأکید بر حمایت از حجاب‌بانان نوشته امر به معروف و نهی از منکر لسانی دارای مجوز عام و قانونی و رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی مثل مترو ضروریه. ولی این فعالیت به گفته برخی از کارشناسان مثل علی مشتهدزاده حقوقدان قانون اساسی رو نقض میکنه. این وکیل دادگستری در خصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاب‌بانها در سطح مترو و اظهارات وزیر کشور در خصوص مجوز نداشتن با روزنامه اعتماد گفتگویی داشته که البته اونم با مشکل روبرو شده. بعدم بهش میپردازیم. اعتماد با این تیتر بهش پرداخته: پشت پرده حجاب‌بانها. در این گفتگو به موارد مختلف اشاره شده، اینکه چرا رسما نهاد اعطا کننده مجوز معرفی نمیشه و در صورت شکایت مردمی چه نهادی اصلا مسئوله. به مورد دیگه هم اشاره کرده که مهمه، اینکه حالا که وزارت کشور این مورد رو به راحتی قبول کرده، آیا حاضر موارد دیگه رو هم به راحتی بپذیره؟ مثلا آیا درباره تجمعات زیر اصل 27 قانون اساسی حاضر همین سهل‌انگاری رو داشته باشه؟ آقای مشتهدزاده تأکید زیادی هم روی نامشخص بودن مرجعی که این افراد به اون منتسب هستن یا از اونا مجوز گرفتن داشته که شامل نامشخص بودن مسئولیت حقوقی هم میشه. همونطور که نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که گفته شده مرتبط با فراجا و دادستانی هن. آقای مشتهدزاده گفته که این چه توجیهی داره؟ اگه به هر دلیلی تنشی ایجاد بشه تکلیف مسئولیت قانونیشون چیه؟ اما داستان به همینجا ختم نمیشه. بعد از انتشار این گزارش، اونم با این تیتر جنجالی، خبرگزاری میزان با انتشار صفحه اول اعتماد نوشته دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده و براش پرونده قضایی هم تشکیل داده. اما ببینیم این سند خیلی محرمانه چیه. توی این سند به پلمپ اماکن، عکس برداری در مترو که تصاویرش رو حتما تو شبکه‌های اجتماعی دیدید، برخورد با بی‌حجابان و همینطور بازداشت اونا تاکید شده. میلاد علوی روزنامه نگار شرق هم با انتشار این سند که ادعا شده خیلی محرمانه است نوشته دادستان در شرایطی پس از انتشار این سند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده که مجرم اصلی در اصل میگه وزیر کشوره. در ادامه هم به اصل ماده 11 و تبصره ماده 5 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرده که میگه بر اساس اون هیچ کس حق نداره با قید محرمانه مانع انتشار مصوبه‌ای بشه که موجب حق و تکلیف برای مردم بشه. دادستان میگه مدعی العمومه نه مدعی الحکومت. علی مشتهدزاده هم که پیشتر هم نظراتش رو گفتیم، در همین خصوص هم در اکس گفته از دستگاه قضایی عادل توقع داریم که علیه مسئولان دروغگو اعلام جرم کنه، نه اینکه اعتبار قوه قضاییه رو خرج دروغ مقامات بی‌مسئولیت کنه. میگه چنین اقداماتی تنها برباد دهنده اعتماد و سرمایه اجتماعی. در ادامه هم میگه طبقه بندی خیلی محرمانه نامه وزیر کشور نقض آشکار قانون انتشار دسترسی آزاد اطلاعات و میگه عملی مجرمانه است و اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد میگه بابت انتشار اون وجاهت قانونی هم نداره. اما میگه مهمترین حرفها اون تناقضیه که تو صحبت‌های وزیر کشوره. سینا یوسفی حقوقدان هم با تاکید بر مغایرت این سند با قانون اساسی نظر داده. اون هم در اکس نوشته که میگه با در نتیجه اجرای این بخشنامه غیرقانونی به تمامیت جسمانی زنان تهاجم و در نتیجه اون دختران معصومی مثل آرمیتا گراون جان خودشون رو از دست دادن. این حقوقدان این سند رو نقض سیستماتیک حقوق زنان و تهاجم و تعرض به زنان در قالب یک بخشنامه عنوان کرده و معتقد این کار اعمال آپارتاید جنسیتیه، اعمال آپارتاید جنسیتی و ورود هیئت حقیقتیاب رو هم ضروریه. اما عباس عبدی روزنامه نگار در خصوص اعلام جرم دادستانی به روزنامه اعتماد نوشته مطابق این دو ماده از دو قانون نه حق داشتن اون سند رو طبقه بندی کنن و اگرم قرار بوده طبقه بندی بشه نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان زیر ربطه.
نظر دیگه که براتون آماده کردم از حسن یونسی روزنامه نگار. میگه بر اساس ماده 11 دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی بشه قابل طبقه بندی به عنوان اسرار حکومتی نیست و انتشار اون هم میگه الزامیه. آزاده مختاری هم با تاکید به همین موارد با کنایه میگه این سند در فضای این قانون قرار نداره. خیلی از فعالان سیاسی هم به این تناقض واکنش نشون دادن، مثل علی باقری فعال سیاسی اصلاح طلب. اون هم در اکس نظر داده، میگه اگر شخصی امر به معروف لسانی در خصوص حجاب رو منکری ضربه زننده به دین تشخیص بده و نسبت به اقدام حجاب‌بان‌ها نهی از منکر انجام بده، آیا وزیر کشور از اون حمایت میکنه؟ میگه اون وقت تداخل بین این دو رو حکومت چطوری میخواد حل کنه؟ و مازیار بالایی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم میگه در روز روشن دروغ گفتن که از ماجرای حجابان‌ها خبر ندارن. حالا سندش در اومده که نه تنها بی خبر نبودن، بلکه دستورش هم از جانب خودشون صادر شده. حالا میگه چاره چیه؟ میگه عذرخواهی، لغو دستور و استعفا. میگه اما اشتباه نکنید، چاره کار نوانقلابیون اعلام جرم علیه افشا کننده این دروغاست، مثل موارد قبل که داشتیم. و بسیاری از واکنش‌های دیگه که به همین سند اشاره شده و اصلا میگن قابل طبقه بندی نبوده. و این رو هم اشاره کنم، انتشار این گزارش با استقبال گسترده‌ای هم روبرو شده. برای مثال مدیر مسئول مجله بازخورد سعید اردکانزاده میگه روزنامه‌نگاری یعنی نور تابوندن بر تاریکی‌ها و مرئی کردن زوایای پنهان فعالیت‌های علیه مردم. روزنامه‌نگار حرفه‌ای میگه باید در انتشار اخبار خیر عمومی و منافع جمعی رو در نظر بگیره، حتی اگه دست به انتشار محرمانه شده‌ها بزنه. کوروش این روزنامه نگار در ادامه هم گفته که تیتر یک روزنامه اعتماد امروز از حرفه‌ای‌ترین کارهایی بوده که انجام شده.